life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need. سلام سلام، چطورین؟ بعد یک غیبت کوتاه و یک کوچولو هم طولانی، فکر کنم 10 روز شده باشه که من یه مریضی گرفتم. آخه شبیه سرماخوردگی بود، یه جورایی هم شبیه کرونا بود، خیلی درگیرش بودم. اگه کسایی که این اسنامو دارن در جریان هستن، چون من استوری میذاشتم و تقریبا هر روز از حال و روزم که دارم چیکار میکنم یه استوری میذاشتم که تو چه شرایطی هستم. خیلی حالم بد بود، هنوزم باورتون نمیشه، فکر میکنم از صدام مشخص باشه که هنوزم کامل خوب نشدم، ولی دیگه خسته شدم. دیدم که آقا قرار نیست مریضی انگار خوب بشه. پاشو کار نینا که برو ویدیو بگیر. هم دلم تنگ شده بود براتون، هم میدونم که منتظر ویدیو بودید، ولی بیکارم نشستم تو این چند وقت که مریض بودم. با این حال تا جایی که میتونستم، بچه حتی نمیتونستم رو صندلی بشینم، حتی نمیتونستم کار خونه، کار روزمره خودم رو انجام بدم، انقدر که حالم بد بود. ولی آره دیگه، خلاصه بیکار نموندم، کلی ویدیو براتون درست کردم که همشون رو یکی یکی براتون ریکورد میکنم. او بچه راستی، سال نوتون مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه. بچه امیدوارم که برای تک تکتون امسال سال خوبی باشه. ما هر سال میگیم امسال سال خوبی براتون باشه، بهترین ها رو براتون آرزو داریم، ولی با تمام اتفاقات بعدی که توی این مدت اخیر افتاد، من خودم به شخصه با اینکه خیلی حالم بد بود از نظر جسمی، از نظر روحی، ذهنی، نمیدونم چرا اولین بار رو بعد مدت ها من این عید رو با یه حس خوبی شروع کردم. با اینکه نه سفره هفت سین چیدم بچه، نه کنار خانواده‌ام بودم و کل مریض بودم، کلی مشکلات دیگه، اما نمیدونم یه امید، یه چیز خیلی قشنگی تو دلم نمیذاره که، یعنی نذاشت که من امسال عید رو بعد شروع کنم، یا با ناراحتی یا با دلخوری، نمیدونم. من حس خوبی نسبت به امسال دارم، امیدوارم که برای شما همینطور بوده باشه. شما چه حسی داشتین مخصوصا سال تحویل؟ خب بچه من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، ولی امیدوارم که خلاصه سال خیلی خیلی خوبی داشته باشیم دیگه. سعی کن که با حس خوب به هر چیزی، با یک دید خیلی قشنگتری، با یک ذهن قشنگتری به اتفاقات نگاه بکنی، تا خیلی بهتون فشار نیاره، تو خیلی بیشتر اذیتتون نکنه، حداقل باعث بشه که این فاز مثبتی که میدید مطمئنا فاز مثبت هم دریافت میکنید. خب بریم بچه ها، امروز براتون یه ویدیو آماده کردم، امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، از این سبک ویدیو، حتما لایک کنید که من بدونم دوست داشتین، و اینکه با لایک کردنتون باعث میشین ویدیوهای بیشتری از این قبل به شما یوتیوب نشون بده، و باعث میشین ویدیو ما به بچهای دیگه هم با لایک کردنتون نشون داده بشه. خب بچه اگه آماده هستین بریم وارد ویدیو بشیم، لذت ببریم، یه وقتی با هم دیگه بگذرونیم. آماده اید؟ Let's go. It's not true. I wanna put up all my walls cuz I'm not in the mood, but then I cut myself off. You are directly above the bump right now. بچه این آقایی که میبینید اینجا، فکر میکنم یه کازینو یا یه هتل ماننده، یه اتفاقی بیرون از اینجا افتاده توی آسمون، دارن میرن بیرون که تماشا کنن. حالا نمیدونم مدیر اونجاست یا صاحب اونجاست، داره میره بیرون و الان میبینید که چه اتفاقی میفته. این صحنه همشون واقعیه. First, what appears to be a couple of shiny lights can be seen in the sky. However, if you observe closely, this is something completely different, and what you're about to watch next will probably baffle you as it did also with a lot of people that night. Check this out. What the hell is this? Honestly, this is really strange. I mean, we're here every night. I've never seen anything like this. We're here in Vegas. I'm at Resorts World. Just got off work, and it's slowly there. It is. بچه این اتفاقو یه نفر ندیده، همه اینا دیدن و کلی هم ازش فیلم گرفته شده، و اینکه یه بار نه دو بار نه چندین بار این اتفاق افتاده و این صحنه رو دیدن و ضبطش کردن کاملا با دوربین گوشی و مردم عادی. واو. بالا ببینید. This thing is huge, whatever it is floating up there.
هم چراغ قرمز داره هم چراغ روشن داره و ثابت یه جا مونده. I'm telling you that's a freaking huge ship. او بچه حتی ببینید چراغش هم روشن میشه. If you observe closely, the strobe lights and the lights originating from the clouds are not all together the same lights, which was what a lot of people thought at first. Internet users also pointed out something real. مطمئنن یک شیئی اونجا هست و اینکه اگر نورپردازی باشه خودتونم اگر دقت کنین اینا هم دارن نورپردازی میکنن ولی این نورا حرکت داره. اون همونجا ثابت مونده. کلا مشخصه که یه جسمی اونجا هستش. If you observe closely, the strobe lights and the lights originating from the clouds are not altogether the same lights, which was what a lot of people thought at first. Internet users also pointed out something really creepy about it, that the strobe lights from the Sapphire Club are actually being reflected off of some sort of metallic. کلن تو تیک تاک، اینستا، نمیدونم یوتیوب، تو تمام پلتفرما بچه ها پخش شده بود که احتمالا خیلیاتون هم دیدید. حالا بریم سراغ بعدیش. حالا بریم سراغ ویدیو بعدی. این داستان داستان تپه است. تپه نه تپه. بچه من یه توضیح بدم. اینجا یه آقایی فکر میکنم تو مکزیک هم باشه، خیلی اتفاقی یک دفعه یک شخص، یک آدم شبیه آدم رو بالای تپه اونجا میبینن. مکزیکو، داخل مکزیکو هستش و اینکه این اتفاق جاهای دیگه هم دیده شده ولی فعلا من این قسمتش آوردم که تو مکزیک اتفاق افتاده. خیلی بالای یک کوه که خیلی دوره یک موجود رو میبینن که شبیه انسانه و داره راه میره این بر اون بر میشه، اما انقدر بزرگه، مشخصه که اون شی انقدر بزرگه یک انسان نمیتونه از اون فاصله نمای یک انسان انقدر بزرگ ببینه. اصلا کلا سایز بندی ها به هم نمیخوره روی اون کوه از اون فاصله و اندام اون چی یا اون موجودی که بالای اون تپه وجود داره. خودتون ببینید. داره راه میره. خیلی گنده است که اینجوری دیده میشه. What appears to be a giant humanoid creature can be seen walking on top of that mountain. It's walking really quick, and it seems to be really big compared to the size of those houses. So whatever's going on here could just be a regular human being, and because of some sort of illusion, it looks way much bigger, or it could be something else entirely. فکر کنم با دوربینش زوم کرده. بچه این داستان اینجا تموم نمیشه. این صحبت ها و این فیلم ها همه جا پخش میشه و صحبت ها ادامه دار میشه تا اینکه این فیلم هایی که الان دیدین توسط اندرو پخش میشه. حالا تو فضای مجازی، تو هر پلتفرمی پخش میشه و دست به دست میچرخه و کلی در موردش مردم صحبت میکنه. ولی حالا این بار توی کانادا این اتفاق میفته. این چیزی که الان تو مکزیک دیدین تو کانادا هم دیده شده، به همین شکل بالای تپه. داشت اصلا رانندگی میکردین و خیلی دوره. خیلی گنده است. قشنگ می‌بینین داره. قشنگ پاهاش هم حتی شما می‌بینین که اصلا جدا میشه و قدم بر می‌داره. خیلی گنده است. چی میتونه باشه؟ خم شد حتی. بعد انگار که مثلا یه جاهایی هم گفت نگاه کنی جوری قدم میزنه، انگار یه جای فاصله داره از کوه. If you observe closely in the video, whatever this thing is, it's moving from one side to the other. It seems to be crouching at one moment, and it seems to be really big compared to the size of the mountain and the trucks that are passing by. But there's more. حالا باز این صحنه که الان داریم میبینیم به اون صحنه قبلی که اون بالای کوه بوده، اون موجوده ربط داره. حالا یکم نگاه کنین تا براتون توضیح بدم. اون قسمت رو میبینید پشت این حیوان ها، اون انتها، خب یه سایه میره و میاد، توجه کنید.
giant creature in the background. The video is very short, and some people believe this to be some sort of reflection in her window. But I don't think this is it, because it's clearly in the background. But it doesn't stop there. اینا کسایی هستن که این ویدیو رو گرفتن و متوجه اون این دو تا پسر همونی هستن که این ویدیو رو گرفتن و اون صحنه رو ضبط کردن. حالا قضیه رو ول نمی‌کنن. بازم هر روز میان اینجا و ببینن که چه اتفاقی میفته. آیا دوباره تکرار میشه یا نه. اما بازم یه سری اتفاقا میفته. No hay carteles, nada. This is until it led them next to a hill. And at that time, they didn't find anything strange in that particular location, something that could explain why Randonautica took them there. This is until they saw something really strange standing on top of that hill. اینا هر سری برمیگردن تو همون لوکیشن از اونجا فیلم برداری میکنن ولی حالا این دفعه دیگه اون سایه رو نمیبینن. باز دوباره اون مرد بالای تپه رو میبینن. No sé si se ve. بالا تپه چیکار میکنه؟ چه عشقی داره بالا تپه؟ عجیبه. این اتفاق داره توی هر کشوری دیده میشه. این صحنه تقریبا تو هر کشوری دیده شده. یه دن تو مکزیک بوده، کانادا بوده، فکر میکنم. توی شهر کانادا بوده، so it leaves us the question, is it really a tall person or is it maybe something else? تو شهر مختلف حتی مکزیک و کانادا هم دیده شده. این پسره. بچه این پسره تیک‌تاکر بوده و اینکه خیلی معروف بوده. کلی برخوش ویدیو میذاشت و اینا. این پسر هم همچین چیز رو میبینه منتها فکر میکنم تو کانادا باشه اگه اشتباه نکنم. این همون اندروه خب که اون فیلم رو گرفته بود. این دوتا پسری که بعدش دیدین کلان کسای دیگه بودن. اندرو همونی که اولش گفتم که اون ویدیو ماشین رو نگه میداره و فیلم میگیره حالا پخش کرده و این موضوع پخش کردن این فیلم براش دردسر شده. تازه ورم نکرده سپید شده رفته دنبالش ببینه اصلا جریان چی بوده. این یه روز دیگه شه که بلند میشه دوباره میره ببینه میبینه آه دید. No, seriously, pull over. Andrew and a friend were driving down a road when all of a sudden he spots what appears to be a person on top of the mountain. The thing is, how far I have to zoom? In his next videos, Andrew continued on recording the top of the mountain in hopes of capturing this thing again, but it wasn't there anymore. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. What he did capture, however, was a couple of choppers actually flying around the exact location where he saw this. یه روز دیگه میاد چند روز بعدش دوباره میاد ببینه که آیا میتونه همچین چیزی رو ببینه اما یه کوچولو لوکیشنش رو عوض میکنه از یه سمت دیگه میره حالا ببینید چی میبینه something out of here. There's two helicopters. یک سری هلیکوپترن که دارن دقیقاً بالای کوه پرواز میکنن و یه چیزی کشیدن انگاری دارن میبرن. Actually see it for himself to see if he could find more information on this mysterious giant figure and this is what happened. Alright, I woke up actually early today. حالا این سری میاد یه ساعت دیگه توی تایم دیگه ای بره که شب باشه یا تاریک باشه. نمیخواد این سری از دور بمونه و فیلم برداری کنه. میخواد بره ساعت 3 صبح بلند شه بره همونجا دقیقاً روی همون کوهی اون نقطه‌ای که اون وایساده اصلا ببینه چه خبره. خبر نداره که این کنجکاوی قراره براش خیلی دردسر بزرگی بشه و خیلی هم خطرناک. Currently 5:30 in the morning. I'm going to see if he's there early in the morning. Look at all these mountains I got. They are everywhere around here too. Right. Let's go. Later that same day, Andrew arrived on the top of the mountain, but this happened. The guy is here again. رفت به سمت تپه. حالا میرسه اینجا توی مسیر تپه که بوده داره میره تا برسه به اون بالا یه ماشینی رو میبینه جلو جاده وسط جاده که اینو بهش ببینید چی میگه. What's going on? Road's closed. Turn around. Really?
Yeah, man, just turn around, please. Okay. میگه اگه لطفاً دور بزن و برگرد، جاده بست است. نام حرفش رو گوش میکنه و برمیگرد. درگیر نمیشه. نمیگه اصلا به خاطر چی اومده. For some strange reason, the road to the top of the mountain is closed, and Andrew is forced to go back. بعد جالب اینجاست بچه ها، مثلا یک ماشین پلیس یا یه مثلا از یه ارگان خاصی، اون ماشین اونجا ماشین پلیس هم نبوده که بگیم از یه جای حفاظت شده اومدن. ببینید یه ماشین شخصیه و اون آدم هم لباس شخصی پوشیده. این برادرم شک برانداز میشه که خب چرا من به حرف اینو گوش بکنم؟ اصلا به چه دلیلی؟ تو کی هستی که میگی جاده بسته است؟ Now this is where things get even stranger. Upon arriving home a couple of hours afterwards. اینجا بچه دقیقاً میبینه که فردایش همون ماشینی که جاده رو بسته بوده و بهش گفته بوده برگرد، جلوی خونه‌شه و داره کشیکشو میده. He notices that maybe he's being watched by the same car that stopped him on that road. و ترس تو دلش میفته. میره بیرون که ببینه که کی فرار میکنه. Hey! After this specific encounter, Andrew seemed worried. In his next video, بعد یه مدتی بچه اندرو پیداش نمیشه، حالا تهدید میشه یا میترسه. بعد اینکه یه سری اتفاق برش میفته ولی هیچی تو تیک تاک نمیگه و میاد و یه ویدیو از خودش مثلا میذاره، میگه که این اتفاق افتاده و من خیلی میترسم، یه سری اتفاقات داره برای من میفته، خیلی کوتاه و انگار که هنوزم تحت نظره، خیلی محفوظ به حیا اون ویدیو رو میگیره. نمیدونم کلمه درستی رو برش به کار بردم یا نه، مثلا خیلی پنهونی اون ویدیو رو میگیره و دیگه بعد اون دوباره بلند میشه فردش بره ببینه که چه اتفاقی داره برش میفته، بره ببینه اصلا اونجا چه اتفاقی افتاده، آیا بازم همچین چیزی هست. میخواد سر در بیاره این اتفاقا چیه داره میفته که برای خودش هم حتی خطرناک شده، اصلا چیه، جریان چیه. دوباره با این حال که میترسیده بلند میشه میره اینجا، ولی این بار اون ساختمون رو میبینه. بچه ببینی چه چیزی بالای که اون نبوده تا دیروزش، مثلا تا پریروزش اونجا نبوده. یک دفعه چطور یه همچین ساختمونی. و بعد این ویدیو آخری که میگیره اندرو که اونو میبینه میذاره تو تیک تاکش، کلن بعد اون دیگه خبر فوتش رو اعلام میکنن. اگه خبر فوتش هم کاملا صحت داشته و واقعا فوت کرده، نه اینکه بیاد فقط یه الکی یه پستی بذارن مثلا بگن که این فوت کرده که بخواد قایم بشه، نه واقعا اندرو بعد این موضوع فوت میکنه. مشخصه یه سری رو نمیخوان بدونن، یعنی نمیخوان مردم بدونن و آشکار بشه که چه اتفاقاتی داره میفته توی این دنیا. اندرو هم روی بد چیزی کلیک کرده بود که آخرش نتیجهش این شد. خیلی مراقب خودتون باشید. Andrew's obituary was posted in the Campbell River Mirror in July, indicating that he had passed away, which made things even stranger. Whatever happened here, to this day no one knows. If this thing that he saw on top of the mountain was really a giant, no one knows. Everything just leaves. حالا این ویدیو هم بچه به نظر یه نگهبان میاد که از لباسش و کلاش هم مشخصه توی جنگله و یه چیزی میبینه، یه چیزی شبیه پاگوندایی که مثلا ما میگیم، حیوان میتونه باشه یا اینکه یه انسان با اون شکل و شمایل. And he ended up capturing something really strange on camera. Check this out. Hearing some crazy sounds. I'm out here, my back against the wall, really. I've been hearing some crazy stuff out here. So I said, hell with it, come out here and record. You know, guys, I encourage anybody that has any of these encounters or you know they're in your house, record them like a video, guys, because, you know, you never know, man. Like, these things are smarter, too. They're real smart, like, real smart. So, I'm on the ground. I'm by my tree stand. I had the encounter last time. It was right here behind that tree is where he kept poking out before. بابا هیکل گندش میره پشت درخت، کاملا غیب میشه. ببینید شما هم اگه جای
کریپتید ورلد دید نات ریالایز ات فرست بات در واز سمتینگ این دید بیگ کریپینگ فرام بیهایند وان اف دی تریز واچینگ هیم سایلنتلی ایت دیدنت تیک لانگ هاوور before Cryptid World realized اصلا حرکت کردنش عجیب غریب راه رفتنش قدم زدنش اوکی گایز همه چیزش عجیبه میشه اینو فهمید یه چیز طبیعی نیست فکر میکنم حالا میخواد بره نزدیک ترش نمیدونم ولی عجب دل جور عجیب داره اوکی گایز خب بچه ها اوه آره رفت نزدیک تر there's something whoa guys right there Right there, guys. What the f***? And it moved. It moved. Should I approach it? Holy I knew it. I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. And this is a hot spot right here, guys. Right there, guys. What the f***? هیکل شاید میمون هم هست به نظرم از این گوریلا And not knowing exactly what this was, Cryptid World, being an experienced hunter, decided to climb one of the trees and not confront this thing. This is what happens next. Yes. It's a magic trick. Doesn't appear to be a trick anymore. Check this out. In the video, the man that appeared. He got a little scared from that. خیلی دیگه گوه هوا موند رو هوا اینه حتی فکر کنم دستش هم اینجوری میکنه زیرش و بردش دمینی؟ At a certain moment in the video, the object appears to be floating mid-air. Now, at first, I thought that it was hanging by a wire, and so did many other internet users. This is until the man actually zooms in on the object, and there is no visible wire. So what's going on here? Is this a camera trick? Is it maybe Photoshop, or is it something else entirely? And when it comes to strange glitches, it's interesting how there are many of them that occur. خب باشه میرسیم به ویدیو آخر که خیلی جالب توجه. اینو شما نگاه کنید برید جلو و من آروم آروم براتون توضیح میدم روی ویدیو که چه اتفاقی داره میفته. خونه هارپر و همسرش اصلا زیر زمین ندارن. خونهشون همکفه. ولی بعد یه مدتی یه صداهایی از توی یکی از اتاقا از کفش زیر کف صداهایی میاد. مثل این میمونه که میزنن به زمین و اونم جواب میده. ببینیم. This is the room. It's just full of crap at the moment. Christmas presents and everything. Everybody's asking me to prove that I haven't got a basement. But it all began when G. Harper started hearing strange noises inside one of. وقتی این همچین چیزی رو شنید، این عکس‌العملش بود که اومد. ممکن بود هر کسی هم همچین عکس‌العمل نشون بده. بره مثلا وقتی شما یه صدایی میشه از توی دیوار یا روی زمین، دوباره همون بکوبید همونجا همون صدایی که میاد، همون اتفاق میفته رو تکرار کنید خودتون ببینید آیا دوباره جوابی میگیرین یا نه. اون اومد همچین امتحانی کرد. After some time, she did what anyone would do and she knocked back. And this is when things started getting even stranger. This is what she caught on camera. There's
just walk. صدایی هم که میاد اولش خیلی ضعیفه. باید توجه کنید. گوش بدید ببینید میتونید صداشو بشنوید. Different amounts each time. It's like it's not on the other side. There's like a few. It's like is it underneath? They won't have a basement next door, will they? حالا وقتی این ویدیو رو گذاشتم بیشتر از خودشون مردم کنجکاو شده بودن که بدونن اصلا این جریان چیه، اون زیر چی هست، اینا کی هستن، چی هستش که داره این صداها رو در میاره، زیر خونه اینا چه موجوداتی هستن، اصلا این صدا از کجا میاد، کی داره این کارا رو میکنه. جالبه که مردم بیشتر از اینا کنجکاو شدن. که همین باعث میشه ویدیو دوم خودشونم آپلود کنه. انگار کف زمین رو تکون میده و انگار نه انگار که اصلا اون طرف چوب هستش و زمین چوبه. میگه حتی ممکنه نیم فوتم زیرش باشه، خیلی پایین تر باشه، اما وقتی ضربه میزنه قشنگ زمین زیر دستش حس میکنه که تکون میخوره. میگه اصلا همیشه یکی تو همین نقطه است، انگار همیشه همین قسمته، همین نقطه وجود داره و من حسش میکنم. و فکر میکنی که این فاصله که بین اون شخص و با خودش هست که زیر زمینه 30 سانتی متره. If she had some sort of heating problem in her home, and the list goes on. It seems that she had none of those. And this is what happens next. میاد بیرون و اینجا داره حیاتشو نشون میده که اصلا میبینید که هیچ چیزی وجود نداره اینجا. It happens in the front room as we walk in. It sounds like it comes from underneath the floor. Obviously I posted the initial video asking if it could be pipes. I don't understand why like how it could be pipes because the it was knocking at specific times and it only happens at night time. We've had it happen when the heating's on and we've had it happen when the heating isn't on. I don't really know what else to say. And not only that, the knocking sound seems to respond to her own knocks and it always happens in the same place and basically at the same time. To this day, no one knows exactly what is going on here, if this is some sort of paranormal event, a ghost, for example, or maybe something else. What's your take? Have you ever seen or heard anything similar? And what could be going on here? Put your phone there, pick it up. من که اونا هیچ چیز گرمایشی از زیر زمینشون، از زیر خونهشون، کف خونهشون رد نشده، زیر کف خونهشون، و اینکه خونه گرمه، کف خونهشون گرمه بدون اینکه هیچ وسیله گرمایشی رو روشن کرده باشن. In this video, G. Harper states that she can feel the knocks coming from below her floorboard with her feet and her hands. به نظر میرسه که از زیر زمین یه صدایی میاد. من ویدیو اولی رو پست کردم و خلاصه داره توضیح میده. نمیفهمم چرا دوستم بدونم که چه اتفاقی داره میفته. میگه زمانهای خاصی در حال ضربه زدن هستن و فقط در شب اتفاق میفته. Half a foot underneath and they're tapping something. و بیشتر اوقات هم توی شب اتفاق میفته. There was a brick underneath, they're tapping the brick. Oh, it was a strong one. But it's right here, it's always here in this little spot. And it feels like as if there's someone knocking at about 30 centimeters below her floorboard, which makes this really strange. At this point, a lot of her subscribers started to question. این اتفاق توی یک مکان، یعنی یه نقطه و یک زمان اتفاق میفته. و همچنین مثلا اگه ساعت یک شب اتفاق میفته در اون ناحیه، این اتفاق هر دفعه اگه قرار تکرار بشه تو همون ساعت و همون نقطه تکرار میشه. If she had some sort of heating problem in her home, and the list goes on, it seems that she had none of those.
خب بچه تا الان هم هنوز ویدیو دیگه ازشون آپلود نشده که بدونیم اصلا اونجا رو کندن نکندن و بعدش چه اتفاقی افتاده، اصلا بازم اتفاقات دیگه غیر از این ضربه زدنه براشون افتاده یا نه. اگرم افتاده باشه به نظر من صلاحشونه که اصلا آپلودش نکنن، ولی فعلا خبری در دست نیست. اگر خبری شد شما رو هم در جریان میذارم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوست داشتین، اگه دوست داشتین اون لایک رو بگو، سابم بزنید زنگوله رو، اون کوچولو موچولو خوشگله رو بزن که نوتیفیکیشن ویدیو هم برات بیاد. خیلی خیلی دوستتون دارم، سال خیلی خیلی پربرکت و شاد و پر از امید داشته باشید. تا ویدیو بعدی که بیام تو خونهاتون یا تو گوشیاتون، خدافظ.